سازنده های الدن رینگ گفتن که تمامی دشمنایی که توی بازی قرار دادن و همینجوری طراحی نکردن. پشت تک تکشون یه داستان وجود داره که به خط داستانی و حتی باس‌های اصلی مربوط میشن. توی پارت قبلی داستان نصف باس‌های فرعی بازی رو گفتیم و الان میریم سراغ بقیه‌شون، مثل سنتینلا، کروسیبل نایت ها، تری اسپریت ها و باس‌های فرعی دیگه. اول سنتینلا. واسه کسایی که باید از ایر تری محافظت میکردن، این واقعا واجب بود که یه ارتش رو واسه دفاع به وجود بیارن. واسه همین لیندال به وجود اومد. اگه به سربازاش نگاه کنین میبینین 90%شون شیلد دارن، حمله کردنشون هم حالت تدافعی داره، همشون هم اول شیلدشون رو میگیرن بالا. خود لیندال هم کلی طبقه داره که همشون حالت تدافعی گرفتن تا هیچ کس نتونه ازشون عبور کنه. قدرتمندترین دفاعشون هم تری سنتینلا هستن، کسایی که آرمور و حتی شیلدشون ما رو یاد ایر تری طلایی میندازه. همینطور میتونن از قدرت شیلدشون استفاده کنن تا هر نوری به سمتشون میاد رو پرت کنن به سمت دشمنشون، دفاع رو تبدیل به حمله میکنن. کل لیندال بر پایه همین استراتژی طراحی شده، بهترین حمله دفاعه. تمامی دشمنای بازی هم حداقل یه بار به لیندال اومدن، چرا که جای جای جهان بازی اونا رو به سمت لیندال هدایت میکنه. حتی ما هم به لطف گرس پوینتامون آخرش به لیندال رسیدیم، پایتخت طلایی. از اونجایی که مسیر اصلی لیورنیا غیر قابل عبوره، باید از یه غار زیرزمینی مسیرمونو به سمتش ادامه میدادیم. از اولش هم قرار بود مای پلیر این راهو واسه رسیدن به آلتاس پلاتو انتخاب کنیم، راهی که از دل کوه میگذره. وقتی هم به آلتاس پلاتو رسیدین، با کلی منجنیق و سرباز روبرو شدین که نمیخواستن بذارن وارد لیندال بشین. در آخر هم هممون یه راه فرعی واسه وارد شدن بهش پیدا کردیم که این یکی هم توسط یه تری سنتینل ازش محافظت میشد. یه سنتینل معمولی هم نبود، سنتینلی بود که از قدرت اژدهایان هم میتونست استفاده کنه. این سنتینلا چطوری به وجود اومدن اصلا؟ خیلی وقت پیش اژدهایان بازی به لیندال حمله میکنن و شکست میخورن. از اون موقع به بعد بعضی از سنتینلا قدرت استفاده از مهارت اژدهایان رو کشف میکنن. یکی از همین اژدهایانی که به لیندال حمله کرد و میتونین در نزدیکی لیندال پیدا کنین که چون آخرین بازمونده است، اگه نصف خونش کم شه میترسه و ناپدید میشه تا منقرض نشه. بعضی از افراد لیندال حتی با این اژدهایان دوست شدن و اینطوری قدرتشون رو قرض گرفتن. در ضمن اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین، لایک کردنش بهم کمک بزرگی میکنین بچه‌ها. ولی خب در کنار سنتینلا افراد دیگه‌ای به نام کروسیبل نایت ها هم بودن. قدرت، ظاهر آرمورشون و نحوه حمله کردنشون که معمولاً تن به تنه، فقط هرج و مرج رو یادمون میاره. 16 تا کروسیبل نایت در خدمت گاتفری بودن و جالبه بدونین هر 16 تاشون هم میشه توی جهان بازی باشون فایت داد. یکیشون توی یه اورجیل زندانی شده، دو تاشون به عنوان ارواح باتون مبارزه میکنن، یه چند تایی هم دوروبر لیندال گشت میزنن، بعضیاشون از ریشه های ارتری محافظت میکنن، بعضیاشون توی مناطقی وایسادن که معلوم نیست چطوری به اینجا اومدن، یکیشون هم حتی یه رئیس جدید واسه خودش پیدا کرده. وقتی میخواین باشون فایت بدین، بهتر اول یکم بهشون نگاه کنین و هدف اصلیشون رو متوجه بشین که دارن دقیقاً از چی دفاع میکنن. یه زمانی همشون در کنار هم زیر نظر گاتفری میجنگیدن و غیر قابل شکست بودن. بعضیاشون از اتکای مختلف هم استفاده میکنن، مثل بالی که بهشون قدرت پرواز میده. بعضیاشون شاختون میزنن، از آتیش استفاده میکنن و با دمشون غافلگیرتون میکنن. چیزی که بین همشون هم مشترکه، قدرتیه که گاتفری بهشون داده، قدرتی که بهشون اجازه میده با کوبیدن پاشون به زمین، زمین لرزه ایجاد کنن. اتکی که خیلی سریع ما رو یاد اربابشون گاتفری میندازه. جالبه بدونین قبل از اینکه ارتری و این چیزا کلن به وجود بیاد، قبل از همه اینا گاتفری توی جهان بازی بوده با این 16 تا شوالیش. گاتفری و ارتشش معلوم نیست به کجا حمله کردن و چند نفر رو به کام مرگ کشوندن. گاتفری خودش رهبری بوده که به نبرد اعتیاد زیادی داشته و نمیتونسته یه روز نجنگه. آزاد بودن دیگه واسه خودشون. ولی چیزی که معلومه اینه که بعد از به وجود اومدن ارتری، گاتفری توسط سراش، شیری که پشتشه، رام میشه و ارتشم کم کم میپاشه از هم. کلن دو نوع کروسیبل نایت وجود داره توی بازی. اولین دسته کلاه خودشون شکل تبر داره و بازم به نظرم میخواد یاد گاتفری رو واسمون زنده کنه. دسته دومم کلاه خود و حتی سلاحشون شکل ریشه درخته و سردستشون هم یه زن به نام سرولیاه.
این کروسیبل نایت ها میخوان یاد گریت تری که قبل از ارتری بوده رو زنده کنن. چیزی که در مورد گریت تری وجود داره اینه که خیلی خیلی قبل از اینکه ارتری به وجود بیاد توی جانبازی بوده و بعدش یه جورایی جای خودشو به ارتری میده. توی توضیحات یکی از آیتم‌های بازی که میشه در نزدیکی گرتری پیداش کرد نوشته شده که بله، سن گرتری از ارتری بیشتره و شاخه‌هاش قدیمی‌ترن. بعدش ریشه‌هاش به ارتری متصل میشن و جای خودشو به ارتری میده. ولی ترجمه ژاپنی این آیتم کلاً یه چیز دیگه میگه. اینجا میگه که از اولش هم گرتری ریشه‌هاش به ارتری متصل بوده. از اول اینجا بعضی‌ها گفتن که اصلا گرتری وجود نداشته، بلکه این خود ارتری بوده که کم کم طلایی شده. ولی به نظر من یه درخت دیگه‌ای قبل از ارتری وجود داشته. آیتمایی که مربوط به کروسیبل نایت هستن اینو بهمون میگن. واضح‌ترین و بزرگترین مدرک همین آرموریه که تنشونه. شاخه‌های درختی رو بهمون نشون میده آرمورشون که 100% به یه درخت دیگه اشاره دارن. چون کروسیبلا قبل از ارتری زندگی میکردن و آرمورشون رو از روی همون زمان الهام گرفتن. در ضمن خود سرولیا هم در منطقه زیرزمینی داره از یه تنه درخت دفاع میکنه. چرا؟ چون واسش با ارزشه. ورودیش هم تقریبا مثل ارتری میمونه. خیلی معلوم نیست قضیه این دوتا درخت چیه. امیدوارم مثل بازیای قبلیشون بتونیم جواب این سوال هم با منتشر شدن DLC بگیریم، به اضافه بقیه سوالایی که جوابشون هنوز مشخص نیست توی خط داستانی. هر خرابه‌ای که توی بازی وجود داره یه زمانی آباد بوده و مردمش فرهنگ خودشون هم داشتن. ارتری انگار با به وجود اومدنش همه چیزو خراب کرده. تمام این خرابه‌ها اصلا به چشم نمیان و قدیمی شدن. بعضی از همین کروسیبل نایت‌ها هم همین حس پیر شدن رو دارن. الان دیگه میشه فهمید چرا بعضی از باس‌های فرعی با آتیش گرفتن ارتری مشکلی ندارن و اوکی‌ان باش. این ما رو به تری اسپریتا میرسونه بچه ها. چرا که با آتیش زدن ارتری ناخواسته میایم یه سری باس جدید از ریشه هاش به وجود میاریم. این ریشه ها جون دارن و یه جا افتادن و دارن رنج میکشن تا وقتی ما باشون فایت میدیم. با خیلی هاشون هم فایت میدیم حتی قبل از آتیش زدن ارتری. بعضیا توی جهان بازی پخش شدن، بعضیا در انتهای غارها هستن و یکیشون هم حتی توی هلیکتریه. به نظرم رومخترین باسهای فرعی همینا هستن بچه ها. با فهمیدن داستانشون متوجه میشین چرا رومخن. درسته 90% رو میشه کنار یه درخت پیدا کرد و باشون فایت داد، ولی به نظر نمیاد دارن از درخت دفاع میکنن. انگار قسمتی از ریشه مرده همون درختن. ارتری یکی از کارهایی که قرار بود واسه جهان بازی انجام بده این بود که بذاره ارواح هم حق زندگی داشته باشن، ولی با دیدن تری اسپریتا که معنی اسمشون میشه ارواح درخت میبینیم که ارتری خیلی هم توی این کارش موفق نبوده. تمامی تری اسپریتا باید خیلی وقت پیش نابود میشدن. بیشترشون هم که میکشین واسه تون یه گلدن سید دراب میکنن، آیتمایی که میشه زیر بعضی از درختای نورانی بازی هم پیدا کرد. توی توضیحاتشون نوشته شده که وقتی الدن رینگ یا همون حلقه برتر شکست و جنگ شترینگ به وجود اومد، این گلدن سیدا هم از ارتری افتادن و در جای جای جهان پخش شدن، چون مرگ ارتری نزدیک بود دیگه. یکی از تالیسمنا هم بهمون میگه که ارتری انقدر ابهت و قدمت داشته که انگار از اول جهان هستی وجود داشته و کسی فکر نمیکرد دونه یا همون سید داشته باشه. در کنار ارتری یه سری ارتری اوتار هم وجود دارن که با کشتنشون میتونستیم واسه فلسک اختصاصیمون یه تیر یا همون کریستال به دست بیاریم. بعضیاشون رو میشه کنار ارتریای کوچیک بازی خیلی راحت لوت کرد، ولی بعضیاشون رو باید با شکست دادن ارتری اوتارها به دست بیاریم. وقتی الدن رینگ شکسته شد، این هیولاها به وجود اومدن تا با قدرت عصایی که دستشونه از ارتری محافظت کنن. این هیولا خودشون از شاخه درست شدن و از ارتریای کوچیک محافظت میکنن تا مبادا کسی نابودشون کنه و کم کم کل ارتری از هم بپاشه. بعضیاشون توی کیلدن، بعضیاشون هم توی هلیکتری و استات رات رو هم روشون دارن. عصاشون هم تحت تاثیر این استات قرار گرفته. از اونجایی که هلیکتری هم بخشی از ارتری محسوب میشه، پس منطقیه که آواتارها از این یکی هم محافظت کنن. کلن هر شاخه و درختی که به ارتری مربوط باشه رو اینو ازش محافظت میکنن. اگه میخواین با داستان بقیه باسای فرعی ماشنا بشین، با کلیک روی صفحه میتونین ویدیوی مربوط بهشون رو تماشا کنین. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فرل.